زود باش یا از پسش برمیام. تلاش تو بکن، باعث افتخار بابات شو. زود باشین. زود باشین. خب پسره، به نظرتون کدوم یکی برنده میشه؟ خب باشه، آماده ای؟ یک، دو، سه، آماده برو. جای خوبی گذاشتی؟ باشه، اول من میگم. زیره یه سبده، سبد قرمز. حالا توی جیا، تلاش تو بکن، کدوم یکی میبره؟ یالا پسر، کدوم یکی؟ زود باش جیا، سخته ولی از پسش بر میای پسر. چشماتو ببند. تو کلک زدی، تو جیبته. خیلی خوب باشه، آفری. دوباره. خوب باشه، آماده ای؟ اتفاقی افتاده؟ داره میاد، اون عصبیه داره میرسه. بابا دیوونه شده. پسرا کجایی؟ پسرا بیاین اینجا، پسرا بیاین اینجا. این خسته کننده ترین کار تو کل دنیاست. نه، گوش دادن به حرفای تو خسته کننده ترین کار دنیاست. یه مزاحم، آزمایشگاه تحقیقاتی.
چیه؟ بزن سری. شرمنده مزاحم میشم، ما یه درگیری تو دفتر مرکزی داشتیم، تا خیابون تعقیبش کردیم اما پلیس دستگیرش کرد. دقیقاً میخواسته وارد کجا بشه؟ انگار که میخواسته وارد آزمایشگاه بشه. ممنونم. اون کیه؟ پلیس دستگیرش کرده ولی هنوز گزارش دستگیری پخش نشده. تونسته وارد آزمایشگاه بشه؟ ولی میخواسته که با کارت با او وارد بشه و همین باعث شروع زنگ خطر شده. باید زودتر خبر میدادی. ژیان هوانگ، منتظرت بودم. تانگو، ما در حال نزدیک شدن به هدفیم. تا یک دقیقه دیگه در دسترس باش. کل تیم حرکت کنیم. ژیان گزارش بده. فکر کنم یه چیزی اینجاست. منظورت چیه؟ بگوش باش، اطلاع میدم. طبقه دوم نبش ساختمان. بریم تو. واحد هفت در سب. امنه. اینجا خالیه. زیر تشک. یعنی اونا؟ گفتم زیر تشک. دستاتو نشونم بده. تکون نخور. بی حرکت. دستا بالا. گرفتیمش. هدف گیر افتاد. یکی دیگه هم هست. چی؟
بیداری؟ خوابم نبرد. بابت کار دیشب دوباره باید ازت تشکر کنم. اونا 2 سال بود که دنبال اون آپارتمان بودن. یه تعداد پرونده آوردم که یه نگاهی بهشون بندازم. یه اتفاقی افتاده. تو دو دل بودی بهم بگی یا نگی؟ فکر کردم اگه یکم ازش بگذره شاید اطلاعات بیشتری گیر بیاد. با اوه نه؟ امروز صبح با هم تماس گرفتن. اون مرده، درست داره؟ منتظر اطلاعات تکمیلی بودم. متاسفم جیان، متاسفم. کجا؟ لس آنجلس. گفتن خودکشی بوده. نمیتونم اینطوری قبول کنم. حتما باید خودم بررسی کنم. نمیتونم اجازه بدم. ما باید بریم پراگ. تو یه ماموریت داری. من از تو اجازه نمیخوام فرانک. اون برادر منه. البته. باید ببینم چی کار میشه. فقط اجازه بده من برم. خودم حلش میکنم. مراقب خودت باش. فکر نکنم ایده خوبی باشه. شما منتظر منی؟ ببخشید. سلام، من کارگاه لورنرم هستم. چطوری شناختی؟ شبیه پلیس هستی. سلام آقای وانگ. هوانگ. به خاطر تأخیرمون شرمنده. قرار بود تو ورودی با تو ملاقات کنیم. من کارگاه استیونز هستم. بریم؟ اولین بار اومدین اینجا؟ به خاطر شرایطی پیش اومده متاسفم. اگه کاری از دستمون بر بیاد که کمکتون میکنه حتما میتونید ازمون بپرسید. ضمناً اگه میخواین جنازه برادرتون رو ببینین میتونیم ترتیبش رو بدیم. باید دوستایی با نفوذی داشته باشین. ببخشید؟ خب معمولاً این کارو نمی‌کنیم. ما روی یه پرونده آدم رو به یه کار می‌کنیم، نه مرگ برادرت. ما تو رو به صحنه جرم می‌رسونیم و مدارکی که لازم داری رو در اختیارت می‌ذاریم. جیان متأسفم. این روند معمولش نیست. شغلتون تو هنگ کنگ چیه؟ پلیسی؟ فکر کنم ردش کردیم. چی؟ تو که گفتی اولین بار اومدی اینجا، از کجا فهمیدی ردش کردی؟ آدرسشو میشناختم. باشه. نظافت چی اینجا پیداش کرده؟ ولی ما هنوز منتظر گزارش کامل سمشناسیم. یه بسته قرص خالی رو زمین کنار پاهاش بوده. ببینم برادرتون احتمالاً سابقه بیماری خاصی داشت. به خاطر دارو نبوده. به اندازه کافی تو بدنش بوده که هر آدمی رو از پا در بیاره. نه قرص نیست. میدونی ما چیز زیادی درباره برادرت نمیدونیم. غیر از این که اینجا زندگی میکرده. با یه ویزایی که الان 3 ساله
دیگه منقضی شده. نه سابقه کار داره و نه حتی حساب بانکی. میدونی چطور خرجشو در میآورده؟ چون اینجا خیلی گرونه. متاسفم نمیتونم بهتون بگم. چرا نمیتونی؟ چون سالها بود که با هم حرف نمیزدیم. میشه بپرسم خودت چطوری زندگیتو میگذرونی؟ این در مورد من نیست. اون اینجا من... ببینم منظورت چیه؟ اون بعد از کشته شدنش به اینجا منتقل شده. تو از کجا میدونی؟ اون خودکشی نکرده. از کجا میدونی؟ تو که گفتی سالها باهاش حرف نزدی. مهم نیست، ما تحقیقات خودمون انجام میدیم و میفهمیم که چه بلایی سر برادرتون اومده. خیلی خوب، حالا اگه اشکالی نداره میخوام بعد از پرواز طولانیم یکم استراحت کنم. میخوای اینجا بمونی؟ یه اتاق تو هتل براتون رزرو کردی. چرا باید تو هتل بمونم؟ اجاره اینجا پرداخت شده، درسته؟ خب اگه چیزی به ذهنتون رسید میتونی با همون تماس بگیری. ابی خواهش میکنم این کارو نکن. چی کار نکنم؟ این موضوع رو زیاد گندش نکن. این خیلی واضحه که خودکشیه. این خیلی ساده است. خیلی مطمئنه. نمیدونم اطلاعاتشو از کجا میاره ولی داره یه چیزی رو مخفی میکنه. برادرش مرده. اون خانواده خیلی عجیبه. عجیب. اون اومد داخل خونه رو بررسی کرد و یهو گفت این یه قتل. آخه این یعنی چی؟ ما کارای مهمتر دیگه هم برای انجام دادن داریم. یه جای کار میلنگه. خودت هم میدونی. کمکم کن. زانو بزن. زانو بزن. سلام. دستگیر شده؟ باشه. میام دنبالش. ممنون. من کاری نکردم. حالا پسرم چه فکری میکنه؟ آره هیچ کدوم کاری نکردی. اینم مثل من راجع به پدرش فکر میکنه. چرا تو دستگیر شدی؟ گفتن از طلافروشی سرقت کردم. گفتن تصاویرت ثبت شده. به وکیلت بگو که تصاویر و مدیر اصلاح کرده. اون از یه فرد شبیه تو استفاده کرده و تاریخشو تغییر داده. اونم وقتی برای خرید کادوی همسرت رفته بودی. اون یکی از کارمندا بوده. ببینم داستان دیگه ایم بلدی؟ شیان هوانگ.
آقای هوانگ، خوب شد تماس گرفتی. به عنوان یه تازه وارد مشکلات زیادی پیش میاد. به نظرم به استراحت نیاز داری. اگه به من بود برات میگردوندم همون جایی که ازش اومدی. چیه؟ ورتکس اونطور که به نظر میاد نیست. فقط یه شرکت نرم افزاری نیست. ورتکس یه شرکت بزرگ تولید نرم افزاره که سالها سابقه داره. یکی توی ورتکس برادرمو کشته. از کجا میدونی؟ از این بابت مطمئنم. سیستم امنیتی ورتکس قویه. از کل ساختمونش محافظت میشه. بخش امنیتی یه شرکت نرم افزاری چرا باید مهم باشه؟ اونا هم مثل بقیه میخوان از اسرارشون محافظت کنن. اسرار؟ البته اون فقط یه شرکت نرم افزاری نیست. داری کجا میری؟ لعنتی. این رفیق بهت گفتم برو تای صف. داری چی کار میکنی؟ من باید یکی رو اینجا ببینم. کی؟ یکی که با قتل برادرم مرتبطه. تو مشکوک به قتلی؟ آره قتل. از کجا اینقدر مطمئنی؟ چی رو ازم مخفی میکنی؟ میرم تو باش حرف بزنم. تو هم یا میتونی کمکم کنی یا برم گردونی بازداشتگاه. مثل اینکه زبون حالی نمیشه. تو هم باست مثل بقیه بری تو صف. پلیس هستم. با برادرم چیکار کردی؟ یه لحظه. چی میگی؟ گفتم چیکارش کردی؟ نمیدونم در مورد چی حرف میزن. جیان کمکم کن. من نباید درگیرت میکردم. متاسفم. از دانشگاه اخراج شده. عجیبه. و بعد از اون تا سال 2005 هیچی ازش نیست. بعدش هم تأسیس ورتکس. خب به نظرتون کدوم میبره؟ کدوم؟ جیان سعی تو بکن بابا تو خوشحال کن. ها تو مطمئنی؟ آره، فکر اون یکی رو میشکنه. مبارزه زیاد طول نمیکشه. صبر کن.
1000. نه 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 1500. آره 1500. 1500 آره. باش بلند شو، باید مبارزه کنی. زود باش بیا بزنش. داری چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ چه غلطی میکنی؟ چرا اشتباهی گفتی؟ الان ما رو میگیره و حسابی کتک میزنه. لعنت بهش، بیا از این جهنم بریم. اصلا به ما ربطی نداره میخواد چی کار کنه. نه نه جیان، من برادرتو میکشم. ای دروغوی کثیف، میکشمت. سلام. منم فرانک. ببین، انتظار دارم که همین الان برگردی اینجا. چرا تماس نگرفتی؟ فرانک، مطمئنم که خودکشی نکرده. من نمیتونم برگردم تا وقتی نفهمم کار کیه. بر نمیگردم. یکم تحقیق کردم و فهمیدم ورتکس پشت قضیه است. ورتکس شرکت راسه. فرانک، من به کمکت نیاز دارم. تنهایی از پسش بر نمیام. با پرواز بعدی میام اونجا. ولی یه لطفی در حقم بکن. کاری نکن. نمیخوام تو رو از دست بدم. تو اتاق کنترل میبینمت. آره الان. پنج دقیقه بهم وقت بده باشه. تصویر دنیای هنر. ساعت چند بوده؟ حوالی ساعت 10. یه پلیس لباس شخصی، احتمالاً که کاراگاه همراهش بوده. الان کجا؟ ژیان به آپارتمان باو رفت. کاراگاه هم سریع فرار کرد. ژیان میدونه آپارتمانو تحت نظر داریم. بهتر کاری نکنی. بذار بیاد پیشمون. به محض خروجش با هم تماس بگیر. بله قربان.
میتونم کمکتون FBI. کنم. FBI اومدم فرمانده دوکو ببینم. حل کردی داره؟ نه آقا، هنوز نه. سه روز ازش گذشته و میخوای دابی به پرونده برگرده؟ در واقع نه، نمیخوایم. ستاره ی جوان شما خودشو تو دردسرای بزرگی انداخته. واقعا؟ چطور؟ در مورد دیشب چیزی بهتون نگفته؟ نه، نگفته. ژیان هونگ وارد دفتر مرکزی شرکت نرم‌افزاری ورتکس شده. البته که میدونم. امور خارجه خواستار آزادیش بود. ورتکس هم ازش شکایت نکرده بود. برای همین ابی رو فرستادم. بعدش آقای هوانگ و ابی به یک کلوب شبانه رفتن و اونجا به صاحبش حمله کردن. بادیگاردا رو زدن. صاحب اونجا یه مرد به اسم میسونه. اون دست راست والاسه که صاحب ورتکسه. باشه. باهاش حرف میزنم. کافی نیست فرمانده. باید تا دستور بعدی ما ابی رو از کارش معلق کنی. گوش کنید آقایون. میدونم به خاطر حذف اون از اون پرونده یادم رو باید اذیت شدین و الان پرونده رو دستتون مونده. اما نمیخوام تعلیقش کنم. فرمانده به هم خوب گوش کن. میخوام یه چیزی رو بهت بگم ولی نباید جایی درس کنه. متوجه منظورم شدی؟ بله. ولی بهتر موضوع مهمی باشه. رئیس ورتکس یعنی والاس نابغه دانشگاه بوده. تو 15 سالگی وارد دانشگاه شده. اون یکی از بهترین دانشجویان اونجا محسوب می شده اما یه مشکل روانی پیدا کرده. نهایتاً از دانشگاه اخراج شده. بعد از اون سالها تو آسیا ناپدید شد و حدود یه دهه بعد اینجا تو آمریکا ظاهر شده. یه مدت بعد تو لس آنجلس شرکت نرم افزاری ورتکس رو راه انداخته و ما نظرمون اینه که اون شرکت یه شرکت بزرگ پوشش جنایت بین المللیه. اون خیلی خطرناک فرمانده. باید همین الان ابی از پرونده خارج کنی. قبل از اینکه اون به دردسر بزرگی بیفته. باشه. خودم حلش میکنم. خوبه. ممنونم، بریم. ابی، همین حالا بیا دفترم. فرمانده من... هیچی نگو. این بار زیاده روی کردی. تا اطلاع بعدی از کار معلقی. خب آخه من که کاری نه... فقط گوش کن. اگر به هر شکلی روی ورتکس یا پرونده ی آدم ربایی کار کنی قبل از دادگاه نظامی اخراجی. اسلحه و نشان. فرمانده. هیچی نشنوام. برو. بله. قربان، کارگاه وارد آپارتمان باو شده. الان باید چی کار بکنی؟ افراد و طبقه بالا بیشتر کن. مطمئن شو که فهمیدن من ژیانو زنده میخوام. خب باید داخل آپارتمانو ببینم. یه پهپاد ببریم اونجا ولی جلب توجه نکنه. باشه؟ اولش هم میدونستم که یه جای کارت میلنگه. میدونستم که یه چیزایی هست که ازم پنهون میکنی و به هم نمیگی. چیز دیگه نمیتونم بگم. به هر حال کاری از دستت بر نمیاد. فکر کن خودکشی و برگرد سر کارای خودت. میخوام این کارو کنم ولی از کار معلق شدم. نمیتونم برم. من بهت هشدار داده بودم. گفتم خودتو بکش کنار. حالا باید قبل از دردسر بیشتر از اینجا بری. دیگه قراره تو چه دردسری بیافتم؟ میدونی چقدر تلاش کردم تا کارآگاه بشم؟ تا وقتی که موضوع قتل برادرت حل نشه نمیتونم نشونم و پس بگیرم و تا اون موقع جایی نمیرم. پس فهمیدی خودکشی نبوده؟ آره. نه، امروز صبح گزارش سمشناسی رو دیدم. دارو برای کشتنش کافی نبوده. حالا تو باید هرچی در مورد ورتکس، والاس و برادرت میدونی به هم بگی.
باشه، بیا با هم حرف بزنیم. میخوام یه چیزی بهت بگم، ولی احتمالاً اولش حرفمو باور نمی کنی. اما چیزی که بهت میگم راسته. چی؟ من و برادرم با توانایی دیدن چیزها به دنیا آمدیم. مثل روشنبینی؟ آره، یه همچین چیزی. دستتو بده به من. تو عروسک ویکتوریا رو از صحنه جرم برداشتی؟ چطوری اینو فهمیدی؟ وقتی که چیزی یا کسی رو لمس کنیم یا حتی گاهی نزدیکش بشیم چشممون باز میشه. تو واقعا کی هستی؟ من و برادرم برای ردیابی مسنونا تو اداره امنیت بین الملل استخدام شدیم، اما برادرم نتونست با ساختار امنیت بین الملل کنار بیاد. ربط والاس به این قضیه چیه؟ والاس اولش برای اداره امنیت بین الملل کار میکرد. اون برادرم رو قانع کرد که از اونجا استعفا بده. یه روز هر دوی اونا ناپدید شدن. پراکنده بشین و زیر زمینو بگردی. اونجا رو نگاه کنید، اونجاست. از خروجی شمالی فرار کرد. باید با فرانک تماس بگیرم. قرار بود تو آپارتمانم باهاش ملاقات کنم. آنتن نمیده. برای برقراری تماس باید نزدیک خروجی باشیم. تو هم اینجا بمون. حالا نباید منو تنها بذاری.
یه مشکلی پیش اومده. پاشا، خودم کنترل میکنم. زدمش. لعنتی. از اینجا خارج شو، ولی تو همین حوالی بمون. باشه، ولی باتریش خیلی کمه. از یکی دیگر رو بفرست اونجا. فهمیدی چی گفتم؟ اونا تو یه انبار نزدیک های بویل هاتس خیابون شیشم هستن. الان آدرس رو برات میفرستم. هرچه سریعتر برین اونجا زنده بیارینش. در مورد پلیس ها کاری که لازمه رو انجام بدین. وقتی که بیهوش بودی، یه راه برای ورود به وارتکس پیدا کردم. بیا بریم. باید بپریم. خوشحالم دوباره میبینمت. نمیتونم بگم از دیدنت خوشحالم.
یادم آخرین بار تو صفحه اول روزنامه دیدمت که به خاطر فساد تو راه زندان بودی. کاش اون آخرین خاطره ی من ازت نبود. ببرینش آزمایشگاه. گشنمه، نگران نباش، یه چیزی پیدا میکنی. سلام، اسم من واله، از دیدنتون خوشحالم. روز خوبی داشته باشی. من و برادرم دنبال خوراکی میگردیم. گفتم روز خوبی داشته باشی. باشه، شماره تلفن شما 139-10-16-77-89 درسته؟ من احتمالاً پول کافی داشته باشم تا با همسرتون تماس بگیرم و بگم دارین بهش خیانت میکنی. البته اگه یکم پول بهم بدی ممکنه همه چیزو در مورد تماس فراموش کنم. ریان حالت خوبه؟ میدونم قبولش چقدر برات سخته. حتی اگه صمیمی هم نبودین بازم برادرت بوده. صمیمی بودیم، فقط مسیر زندگیمون فرق داشت. متاسفم. الان باید با کار تماس بگیریم، اون تنها کسیه که میتونه کمکمون کنه. بفرمایید. ابی هستم، کمک لازم دارم. ابیگل حال چطوره؟ او نمیتونه کمکمون کنه. هیچ وقت منو اینطوری صدا نکرده بود. ابی کوتاه بود، آدرس رو پیدا نکردم. کارل، خودش بود؟ آره، به هم گفت که تو درد سر افتاده. نمیدونم رئیس، ولی به نظرم یه جای کار داره میلنگه. این والاس مگه جنایتکار نیست رئیس؟ خودت هم اینو میدونی. چرا به جای ابی دنبال اون نمیافتی؟ میدونم. آره، اونا میخوان ازش به عنوان تومه استفاده کنن. چطور ممکنه؟ میدونم نگران ابی هستی، ولی اون مراقب خودش هست. توی این مورد به کمک نیاز دارم. شهر دارم منو تحت فشار گذاشته. منو تو جریان بذار و سریع تمومش کن. قربان، جیان و کارگاهو گم کردیم. پس این فرانک عزیزمه که توسط من و تیم مهندسی پردازش شده. فرانک، میدونی این چیه؟ نظری داری در موردش؟ اگه نمیدونی اشکالی نداره، چون ازت انتظار نداشته. این اشکالا خیلی گرونه. آره درست میگی، واقعا هم گرونه. کار کردنم باهاش هم لذت بخشه. سرتو برگردون و اینجا رو نگاه کن. اینو میبینی؟ میبینی اینجا چه مدلی هستی؟ فرانک، اینجا یه تصویر از فعالیت مغزته. این دقیقا همون طرحیه که موقع فکر کردن میاد تو ذهنت. آروم باش فرانک، تو جایی نمیری. واداست تو دیفونه ای؟ اینجا این تصویر رو میبینی؟
این تصویر احساسات توه و با استفاده از این تقریبا میتونم ذهن تو بخونم و مهمتر از همه میتونم ضبطش کنم. بهش تزریق کن. نه ورم کن. فقط یه آمپول کوچیک فرانک. یه آمپول خیلی کوچیک. اصلا درد نداره. نه تو گردنت هم یه تقویت کننده سیستم عصبی تزریق کردی. تاثیر اون آمپول با این دستگاه به هم میگه تو سرت چی میگذره. میتونم سیگنال اینو 10 برابر تقویتش کنم، بعد مهندسی معکوسش کنم و برگردونمش توی سرت. فرانک میدونی میتونم با چی کارا کنم؟ میتونم کنترلت کنم رفیق. ببخشید، لاستیک ماشینم پنچر شده. دو تا پنچری تو یه روز؟ آره. کمکت کنم؟ ممنون میشم اگه برای ماشینم کاری کنید، لطفا. یه نگاه میندازم. راستش پام خیلی درد داره، اینجا میمونم. فکر کنم لاستیک یدکم تو صندوق عقب باشه. تو زیر زمینه، باید دوربینه امنیتی رو خاموش کنیم. دوربینه تو اتاق برقن، راه روی اول سمت چپ، در دوم سمت راست. اگه به حرفم گوش بدی کاریس ندارم. قبل دوربین مدار بسته کدوم یکی از این است؟ اونها پشت سرت سمت چپ. این؟ آره. منظور چیه که از کار افتاد؟ پس هرچه سریع تر یه تکنسیان بفرست اونجا. جریان چیه؟ ما یه مشکل تو سیستم دوربین امنیتی مونده. این عالیه. چی عالیه؟ اون برای نجات فرانک میاد اینجا. آدماتو بفرست. بله خب. سریعاً تو ساختمون مستقر بشه. تو ساختمون دوتا مزاحم داره، یه زن و یه مرد. من زنده میخوامشون. خب فرانک، جیان به زودی میرسه. زود رسیدی؟ آره درسته، همین الان رسیدم. ببینم مشکلی پیش اومده؟ سیستم دوربینمون خراب شده، فکر کنم همین زنگ خطر رو روشن کرده. آره، با
اونا بیشتر از کاربردشون دردسر دارن. ببینم جایی هست که یکم نوشیدنی بخورم؟ آخه من قهوه زیاد میخورم. ورود افراد غریبه ممنوعه. باشه برو. ممنون رفیق. ایش این یه تله است. برو بیرون. کمکم کن. دیدمش. تو همین جا برادرمو کشتی. وارد کردن اون به این دستگاه اتفاقی نبود. معلومه که بود. اما من یکم اطلاعات میخوام و خوشبختانه تو میتونی اونو به هم بدی. زادون البیاتی، مدیر مالی اوپک. یه عدد تو سرشه که تو باید به هم بگی. اما تو چیزی نمیگی، درسته؟ با هم نگفت تا وقتی که اینو ساختم. اما چیزی که این اسباب بازی کوچیک بهم میده افزایش سطح روشن بینی توه. یه عدد؟ همه ی اینا به خاطر یه عدده؟ آره، فقط یه عدد، ولی عددی که سیستم بانکی اوپک رو باز میکنه، عددی که با کمک اونا میتونم حسابای کله گنده رو در عرض چند میکروسانی خالی کنم. من از اون عکس نگرفتم، ولی اگه عکس میگرفتم هم بهت نمیگفتم. میگفتی؟ میگی؟ وگرنه فرانک اینجا تجربه بدی خواهد داشت. تو دیوونه ای. و بعدش میرسه نوبت ابی که همونو تجربه میکنه. دهنت بهت فاناس. صداش رو شنیدی جیان؟ یکی از استخونای انگشتش شکست. دستیارم انگشتش رو گرفت و تا مچ دستش برعکس فشار داد. و خیلی درد که دیدی؟ هرچی که ازت میخوام به هم میدی. شروع کن. مدیر مالی اوپک. بابا دیوونه شده. گوش نمونه. درخواست پشتیبانی دفتر مرکزی ورتکس. بکشش. چی دیدی؟ پلیس برای دستگیریت میان. جدی؟ راست میگه قربان، پلیس ها تو ساختمونن. هلیکوپتر رو بیارین پشت بوم. دریافت شد. سریان هلیکوپتر رو بیارید پشت بوم. آقا برو عقب لعنتی.
کارگاهو گرفتم، رو پشت بوم میبینمت. برو دنبالش. تون بالا فلاس. زود باش، بیا اینجا. دستبندو بده به من، دستگیرش کن. زود باش ببینم، بلند شو. ممنونم کاراگا، بقیهشو بسپارین به عهده ما. بعد بازداشت میتونی بقیه پرونده هاشو بررسی کنی. باشه، افتخارش مال شما بشه. متاسفم که اینطوری فکر میکنی. تو کار بزرگی کردی، باید به خودت افتخار کنی.
کار. حالا میتونم به پرونده ویکتوریا برگردم. ریا میتونی؟ دختره رو پیدا میکنیم. به فرمانده میگم شما دوتا چند روز دیگه هم لازم داریم. تو میری دنبال ویکتوریا و اجیان هم با خودت میبری. همونطوری که گفتم شما دوتا کنار هم موفق. ممنونه. آروم باش، از جا تکون نخور. ویکتوریا، ویکتوریا نترس، تو دارم اون، تو دارم اون کنارت. سلام عزیزم. ویکتوریا، این بروکه بهت قول میدم که ازت مراقبت کنه. تبریک میگم کارگا. اونا از ستاد با هم تماس گرفتن. ازت میخوان که به نیروی ویژه ملحق بشی فردا 9 صبح. خوبه؟ ممنونم ولی من نمیتونم، من برنامه دیگه ای دارم. نیروی ویژه میتونه یه فرصت خیلی خوب برات باشه. خیلی ممنونم ولی به نیروی ویژه بگید نمیتونم بیام. باشه، هر جور راحتی. کارت عالی بود. ممنونم. خیلی دوست داشتم ببینمش. اون ازت خوشش میومد. تو جیبته. آفرین پسر. باید با هواپیما برگردم.